داستان‌های جذاب، سوال‌های مهم، پاسخ‌های شما در برنامه قدم به قدم همراه با کتاب مقدس. قسمت دهم، پرسش بزرگ. به نظر شما چه چیزی در زندگی باعث خوشبختی ما میشه؟ با خدا دوست بودن و شادی و کسای بقیه و خوشحال کردن. اینه که همه دنیا به عیسی اعتماد داشته باشن و همه خوشحال باشیم، هیچ کدوممون عصبانی یا ناراحت نباشیم و تو دنیا مثلا همه آزاد باشن، آزادی بیاد. مامان بابا رو داشتن، مامان بابا خوب داشتن. خوشحالم که مامان بابا خوبن، مهربون بودن، باز به بقیه کمک کردن. باش چیه؟ پیش من وقتی پیش مامان و آبجیم هستم. شاید ما همین کارتا هست که پول هستن، بعد آدم میخرن اونا رو، بعد تلویزیون ها میکنن، بعد کارت میگیرن، همون رو گلایسی میگیرن، اونا خیلی خوشحال میشن. به آدم ها مهربون باشی، بهشون کمک کنی، بهشون کادو بعض وقتا بدین. ادامه کتاب خروج. خروج 40 فصل داره. تا به اینجا ما 18 فصل اونو مرور کردیم. 22 فصل باقی مونده از خروج رو در این قسمت مرور میکنیم. موسی یهودیان رو رهبری میکنه تا از مصر خارج بشن. اگه یادتون باشه خدا به ابراهیم قول داد تا به نسل اون یک سرزمین جدید بده. حالا خداوند در این سفر دوباره این عهد رو با یهودیان تازه میکنه، اما این بار با جزئیات بیشتر. گفتیم که کتاب مقدس از 2 بخش، عهد یا قول قدیم و عهد یا قول جدید تشکیل شده. عهد قدیم مثل اینه که خدا یک پادشاه فیزیکی به وجود آورده باشه و از ساختمان و قصر و این چیزا به همراه تعدادی افراد خاص که اسرائیلی ها نام داشتن تشکیل شده. اما عهد جدید درست مثل این میمونه که خدا یه پادشاهی روحانی به وجود آورده باشه، پادشاهی که ما به شکل فیزیکی اون رو نمیبینیم و نمیتونیم با دست لمسش کنیم، اما همه انسانهای روی زمین میتونن به این پادشاهی وارد بشن و دیگه تنها متعلق به یک گروه خاص نیست. این پادشاهی یک نجات ابدی رو برای انسانها هدیه میاره. پس عهد قدیم بدون عهد جدید معنی پیدا نمی کنه و عهد جدید هم بدون عهد قدیم معنی نداره. ما به همه کتاب مقدس نیاز داریم. در کتاب عهد عتیق خدا به یهودیان کلی قوانین و دستورالعمل میده. قوانینی درباره این که چطور سرزمین وعده، یعنی همون سرزمینی که خدا به اونا قول داده بود رو به دست بیارن و چیزای دیگه. اما مهمترین این قوانین 10 فرمان بود. اولین و مهمترین این فرمان ها این بود: شما نباید هیچ خدایی غیر از من رو بپرستید. یهودیان برای مدت کوتاهی به این فرمان خوب گوش دادن و عمل کردن، اما بعد از مدتی دوباره یادشون می رفت و به رفتارهای بد و گناه‌آلود مثل بت پرستی برمی گشتن.
اما خبر خوب اینه که تمام نقشه خدا برای انسان اینه که از شر گناه راحت بشه و بدون هیچ مانعی همیشه نزدیک خدا باشه. خدا راهی مهیا می کند. بعد از اینکه فرعون بالاخره اسرائیلی ها رو آزاد کرد و اجازه داد اونا برن، موسی با کمک خداوند اونا رو هدایت کرد تا به سمت سرزمینی برن که خدا به اونا قول داده بود. همون سرزمین وعده. اونا راه بسیار طولانی رو از صحرای داغ و سوزان گذشتن تا اینکه به دریای سرخ رسیدن. همه اونا با حیرت و شگفتی ایستاده بودن و به دریا نگاه می کردن. اونا از خودشون می پرسیدن حالا چطوری از این دریای بزرگ رد بشیم؟ نه قایقی داریم و نمی تونیم شنا کنیم. اما موسی به اونا گفت نه ترسین، خدا حتما راهی فراهم می کنه. اما اونا ایمانشون بسیار کم بود و مدام نگران بودن. با هم بحث می کردن که حالا چه کنن. در همین هنگام ناگهان زمین زیر پای اونا به لرزه در اومد و صدای غرش عجیبی از دور اومد. اونا با دقت نگاه کردن و با تعجب دیدن که فرعون به همراه 600 نفر از سربازان قدرتمندش به سمت اونا میاد. فرعون که دوباره نظرش عوض شده بود با عصبانیت می اومد تا اونا رو دوباره بگیره و به مصر برگردونه. اسرائیلی ها از دیدن این صحنه به وحشت افتادن و دست و پای خودشون رو حسابی گم کردن. اما موسی دائما به اونا می گفت که نترسن، چون همون خدایی که اونا رو تا اونجا آورده حتما راهی برای اونا مهیا میکنه. موسی که این وضعیت رو دید به سمت دریا دوید و دستان خودش رو به آسمون برد و به خدا دعا کرد تا کمکشون کنه. در همون لحظه موسی فهمید باید چی کار کنه. اون چوب دستی خودش رو محکم به آب زد و در مقابل چشمان حیرت زده همه دریا از وسط شکافت و دو نیمه شد. یک راه خشکی وسط دریا پدیدار شد و از هر طرف یک دیوار بلند از آب قرار گرفت. موسی فریاد زد زود باشید، باید به سرعت از میان دریا رد بشیم. همه پشت سر موسی به سرعت به راه افتادن و از کف دریا گذشتن و بعد از یک راه پیمایی طولانی و سخت بالاخره همه اونا به سلامت به اون طرف دریا رسیدن. اما سپاهیان فرعون که این صحنه رو دیدن شوکه شده بودن. فرعون فریاد زد و دستور داد که منتظر چه هستید؟ زود حرکت کنید و اونها رو بگیرید. اما همین که سربازان فرعون پا به درون جاده میان دریا گذاشتن، ناگهان دیوارهای آب در سمت راست و چپ اونا فرو ریخت و همه اونا در دریا غرق شدن. به این ترتیب خدا یک بار دیگه از اسرائیلی ها محافظت کرد. اونا شادی می کردن و با رقص و پای کوبی خدا رو شکر می کردن. اما این شکر گذاری اونا زیاد طول نکشید، چون اسرائیلی ها انسان های فراموشکاری بودن و با اینکه خدا این همه در شرایط مختلف از اونا محافظت کرده بود باز هم فراموش می کردن. وقتی گرسنگی و خستگی زیاد به اونا روی می آورد شروع می کردن به ناسپاسی و گفتن اینکه حداقل اونجا یه غذای گرم داشتیم، اونجا هیچ چیزی برای خوردن نداریم، خدا اصلا ما رو دوست نداره، اون ما رو به اینجا آورده تا از گشنگی و تشنگی تلف بشیم. اما اونا سخت در اشتباه بودن، چون خدا فرزندانش رو فراموش نکرده بود.
اون هر روز به شکلی برای اونا آب و غذا فراهم میکرد. بعد هم برای اینکه اسرائیلی ها دیگه گناه نکنن به اونا یک سری قوانین و دستورالعمل داد. مهمترین این قوانین فرمان ها بودن. این فرمان ها در کل 10 بودن. به همین دلیل هم به 10 فرمان معروف هستند. اولین و مهمترین این فرمان ها این بود: شما نباید هیچ خدای غیر از من رو بپرستید. باقی فرمان ها به این ترتیب بودن: بت پرستی نکن، از نام خدا سوء استفاده نکن، در هفته 1 استراحت کن، به پدر و مادرت احترام بگذار، قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو و به فکر تصاحب اموال همسایت نباش. این فرمان ها همه به موسی داده شد. اون هر بار به بالای کوه سینا می رفت و در اونجا دعا می کرد و این فرمان ها رو دریافت می کرد. اما یک بار که به اون بالا رفته بود مجبور شد 40 اونجا بمونه. اسرائیلی ها که دیدن اومدن موسی طول کشیده با خود فکر کردن شاید موسی مرده. پس گفتن حالا ما به یک خدای جدید احتیاج داریم. اونا هرچه طلا داشتن جمع آوری کردن، ذوب کردن و از اون یک گوساله طلایی ساختن. بعد هم شروع کردن به سجده کردن و پرستیدن گوساله. وقتی موسی برگشت و این صحنه رو دید خیلی ناراحت و عصبانی شد. هنوز چیزی نگذشته بود اسرائیلی ها عهد خودشون رو با خدای خود شکسته بودن. موسی که از عاقبت این کار خبر داشت زانو زد و به خدا التماس کرد تا اونها رو ببخشه و تنبیه نکنه. خدا هم دوباره اونها رو بخشید. اما خدا میدونست که این مردمان باز هم فراموش میکنن و باز هم گناه میکنن. تنها یک نفر بود که تمام قوانین خدا رو نگه میداشت و هرگز گناه نمیکرد. چند سال بعد از این ماجرا اون شخص اومد. خدا اون رو فرستاد. او اومد تا نقشه بزرگ خدا برای نجات انسان رو از گناه عملی کنه. اون همون عیسی مسیحه. بت و بت پرستی یعنی چه؟ امروز در زندگی شاید ما گاو طلایی درست نمی کنیم تا اونو بپرستیم و یا مثلا خورشید و ماه رو به جای خدا نمی زاریم. اما سوال مهم اینجاست: آیا چیزی در زندگی ما هست که بعضی وقتها جایگاهش برای ما از جایگاه خدا بیشتر میشه؟ چون واقعیت اینه که ما هم متفاوت از مردمان زمانهای قدیم نیستیم. تنها چیزی که برای ما عوض شده اینه که دانش انسان و تکنولوژی پیشرفت کرده. اما واقعیت اینه که انسان‌ها به خاطر اینکه چیزهای بیشتری را کشف و یا اختراع کردن مغرورتر هم شدن. اونا فکر می‌کنن به خدا نیازی ندارن و خودشون همه چیز رو می‌دونن. مثلا یکی از چیزایی که این روزا جای خدا رو در زندگی خیلی از آدم‌ها گرفته پوله. بله، پول. چون ما فکر می‌کنیم داشتن پول میتونه ما رو از هر چیزی نجات بده. اما برعکس، پول میتونه ما رو برده خودش بکنه. اسرائیلی ها سالها پیش برده فرعون بودن و سنگهای سنگین روی دوششون حمل میکردن. اما امروز هم خیلی از ما برده پول هستیم و کمرهامون زیر بار بدهی هایی که از بانک گرفتیم خم میشه. ما به جای اینکه شادی و خوشبختیمون رو از خدایی بخوایم که همه چیز رو به ما داده، میخوایم با خریدن ماشین، موبایل جدید، خونه بزرگتر و خیلی چیزای دیگه صاحب خوشبختی بشیم. ما دنبال یک بهشت روی این زمین هستیم، در صورتی که همه چیز در این دنیا تموم شدنیه.
خب تعجبی هم نداره که استرس و نگرانی و ترس در زندگی ما آدم ها زیاد شده، چون به جای اعتماد به خدا و باور کردن این که خدا قلب ما رو پر از شادی و آرامش میکنه، فراموش کردیم که همه قدرت به دست اونه. شاید به نوعی ما حتی از اسرائیلی های اون زمان هم فراموشکارتر شدیم. ما در زندگی در کنترل اون چیزی هستیم که بیشتر از هر چیزی بهش فکر میکنیم. این میتونه پول، قدرت، شهرت و یا حتی یک فرد در زندگی ما باشه. همین چیزها در زندگی میتونه تبدیل به یک بت بشه. هر چیزی که جایگاهش در زندگی ما بالاتر از جایگاه خداوند باشه میتونه بت به حساب بیاد.